سر خط خبرها. حمله گروهی مهاجمان مسلح به وزارت فواید عامه افغانستان یک روز پس از تغییر در رهبری نهادهای امنیتی. تکذیب خبر درگذشت هاشمی شاهرودی. منابع بیمارستانی ایران میگویند رئیس مجمع تشخیص مصلحت در اغماست. رد بودجه نصب فیلتر روی اتوبوس‌های آلاینده در تهران. شورای شهر میگوید این فیلترها به درد نمی‌خورند. و نگاهی به سنت‌های کریسمس در اروپا. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در افغانستان خبری که تازه به دستمون رسیده اینه که دست کم دو انفجار نزدیک ساختمان وزارت فواید عامه در کابل رخ داده و گروهی از مردان مسلح وارد ساختمان شدند. وزارت داخله میگوید احتمالاً این انفجارها در اثر حمله انتحاری بوده. حمله زمانی رخ داد که کارمندان در حال خروج از وزارت فواید عامه بودند. بعد از انفجارها صدای تیراندازی هم شنیده شده. خبرنگار ما خلیل نوری از کابل با ماست. خلیل، چی بیشتر میدونیم از این حادثه؟ دقیقاً حمله حوالی ساعت 3 پس از چاشت هنگامی که کارمندان ادارات دولتی هنگام بیرون شدن بودند، یک انفجار در نزدیکی معینیت امور شهدا و معلولین که مربوط وزارت امور مهاجرین میشه در حوزه 16 در میکروریان کهنه کابل اتفاق افتاد. وزارت داخلی افغانستان میگه که پس از او چند مهاجم وارد ساختمان شدند و به تیراندازی پرداختند. وزارت فواید عامه افغانستان دقیق در پهلوی این ساختمان موقعیت داره و وزارت داخله تایید میکنه که تا حالا دست کم دو مهاجم کشته شده و 200 نفر از کارمندان این اداره و مراجعین این نهاد که در داخل گیر مانده بودند بیرون آورده شدند، ولی تعداد هنوز در ساختمان گیر مانده و در تلاش هستند که اونا را بیرون کنند. وزارت صحت افغانستان تایید کرده که دست کم 4 زخمی تا حالا به شفاخانه منتقل شدند. این انفجار در یک منطقه کلان رهایشی رخ داده، ولی وزارت فواید عامه در جوار معینیت موقعیت داره و همچنان دفتر کار یا واحد رجال محافظت از رجال برجسته افغانستان هم در نزدیکی همین محل موقعیت داره. آیا مشخص هست چه کسی ممکنه پشت حمله بوده باشه با توجه به اینکه داعش و طالبان هر دو فعال بودن در ماهای اخیر در افغانستان؟ تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، ولی دقیقاً درست این حادثه پس از یک روز پس از اعلام نامزدی دو مقام جدید امنیتی وزیر داخله و وزیر دفاع افغانستان اتفاق میفته. این حادثه به نوع خود پس از این اعلام و همچنان اعلام نتایج مذاکرات آمریکا و طالبان و همچنان پاکستان و کشورهای عربستان و امارات در ابوظبی اتفاق افتید که به نوع خود میتونه یک چالش یا یک چالش بزرگ در برابر حکومت افغانستان باشه. درگیری هنوز در محل جریان داره. ساحات راه مسیر رفت آمد بروی مردم بسته است. صدای تیراندازی در محل شنیده میشه و همچنان شاهدان عینی گفتند که صدای چند انفجار را که احتمالا ناشی از پرتاب بمب دستی باشد در محل میشنوند. ممنونم از خلیل نوری، خبرنگار ما از کابل. برنامه امروز هشتگ شما به تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا برای خروج نیروهای این کشور از سوریه و همچنین خروج احتمالی بخشی از نیروهای آمریکایی از افغانستان میپردازد. فکر میکنید این تصمیم چه پیامدهای مثبت یا منفی به همراه خواهد داشت؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از طریق یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه تلویزیون میبینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید. آدرس ما هست @bbcshow. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران و 8:30 شب به وقت افغانستان.
دو خبر کوتاه، نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان بار دیگر به اتهام فساد مالی به 7 سال زندان محکوم شده. دادگاه جرایم مالی در اسلام آباد حکم داده که آقای شریف نتوانسته توضیح قانع کننده ای درباره منشأ پول هایی بدهد که در یک کارخانه فولاد در عربستان سرمایه گذاری کرده. آقای شریف اتهام فساد را رد می کند و می گوید دادگاه انگیزه سیاسی داشته. نخست وزیر پیشین پاکستان 6 ماه پیش هم به دلیل یک پرونده فساد مالی دیگر به 10 سال زندان محکوم شده بود، اما با حکم دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شد. اسرائیل انتخابات سراسری زود هنگام برگزار می کند. پس از جلسه بین اعضای ائتلاف حاکم، سخنگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این خبر را در حساب توییتری خود منتشر کرده. قرار است انتخابات در ابتدای ماه آوریل، کمتر از 4 ماه دیگر، برگزار شود. در حال حاضر بنیامین نتانیاهو برای 4مین دوره نخست وزیر اسرائیل است. او دور پیش انتخابات با اختلاف 1 کرسی بیشتر در پارلمان به پیروزی رسید. محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران در اغماست. از صبح امروز اخبار زد و نقیزی درباره درگذشت او منتشر شده بود، اما رئیس بیمارستان خاتم الانبیا میگوید آقای هاشمی شاهرودی زنده است و وزیر دستگاه از او نگهداری می شود. او 1 سالی است که بیمار بوده و ماهاست که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان شرکت نمی کند. فرنوش امیرشاهی خبرنگار ما، همکارم، این خبر رو دنبال کرده، الان اینجا با ماست. فرنوش، چی بیشتر میدونیم از وضعیت آقای شاهرودی؟ همینطور که اشاره کردی، از اواخر دیشب اخبار زد و نقیزی منتشر شد مبنی بر اینکه آقای شاهرودی درگذشته. اول خبر از خبرگزاری فارس، مهر و تسنیم منتشر شد، رسانه‌های خبری نزدیک به جناح اصولگرا و منصوب به نهادهای امنیتی، ولی کن که این خبر بعداً با در واقع اونچه که مسئولان بیمارستان اعلام کردن، رئیس بیمارستان خاتم الانبیا تکذیب شد، گفته شد او زیر دستگاه هستش. یکی از اعضای تیم پزشکی او هم به خبرگزاری فارس گفته که به لحاظ پزشکی ایشون قادر به ادامه حیات نیست، ولی این خبری هست که خانواده او بعد اعلام بکنن. آقای شاهرودی از در واقع تیر ماه میشه گفت که در هیچ کدوم از جلسات مجمع تشخیص مصلحت شورای نگهبان حاضر نبود. بیش از 1 سال هست که مریض، اونطور که خودش در آخرین مصاحبهش اعلام کرده بود با تلویزیون، گفته بود که 2 غده در رودش و 1 غده در کلیهش داشته و در نتیجه 3 بار عمل کرده. اردیبهشت پارسال هم سفری به هانوفر آلمان داشت، در یک مرکز تخصصی بستری شد که در واقع بستری شدن او حاشیه های زیادی داشت. بعضی از منتقدان عملکرد جمهوری اسلامی اومدن و اعتراض کردن و یک پرونده قضایی هم به دلیل اونچه که عنوان شد نقض حقوق بشر هست برای او تشکیل شد و همین موضوع باعث شد یکی از دادستانهای آلمان علیه او اعلام جرم کرد. همین موضوع باعث شد که او سفرشون رو نیمه تمام بگذاره و به ایران برگرده. الان این چمایی که آقای شاهرودی شرکت نکرده در جلسات تشخیص مصلحت، در حال رئیس اونجاست، الان وضعیت اونجا چطوره؟ خب همونطور که گفتم آقای شاهرودی از تیر ماه تقریبا حضور نداشته، پیش از اون هم حضور دائمی نداشت. قرار بود که در دوره آقای شاهرودی که از سال 96 به این سمت منصوب شده بود، تغییراتی در واقع اختیارات مجمع ایجاد بشه. قرار بود که این مجمع در واقع نظارت بکنه بر سیاست‌های کلی نظام، هیئتی هم بر این اساس تشکیل شد. اما آقای شاهرودی، حالا چه به دلیل بیماریش و چه به دلیل اینکه شاید کاریزمایی که آقای هاشمی داشت برای اینکه توازنی بین جناح‌ها ایجاد کنه، این ویژگی رو نداشت، به نظر میاد که نتونست این کار بکنه. کما اینکه در دوره ایشون مثلا آقای روحانی رئیس جمهور تا به حال در جلسات مجمع شرکت نکرده که این بی‌سابقه هستش. همینطور صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خیلی به ندرت حاضر شده. علی لاریجانی رئیس
مجلس خیلی در واقع میشه گفت که یکی در میون غایب هستش. این که رؤسای سه قوه حضور پیدا نکنن در جلسه مجمع تشخیص میتونه بی سابقه بگیم هستش و میتونه اینطور قلم داد بشه که آقای شاهرودی نتونسته اونها رو راضی بکنه که در جلسات حضور پیدا بکنن. حالا بعد از این بعد ببینیم که جلسات بعد از ایشون به چه نحوی ادامه خواهد پیدا کرد و چه در انتظار هستش. خیلی ممنونم ازت همکارم فرنوش امیرشاهی. گروهی از خانواده‌های کارگران گروه ملی فولاد اهواز که در بازداشت هستند امروز در اعتراض به ادامه بازداشت آنها مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. کارگران فولاد اهواز در ماه‌های گذشته در اعتراض به وضعیت کاریشان و حقوق‌های عقب افتاده بارها تظاهرات کردند. هفته گذشته اعلام شد بیش از 20 کارگر معترض فولاد اهواز در بازداشت هستند. نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌گوید تلاش‌هایشان برای آزادی کارگران ادامه دارد. شهردار لندن از ایران خواسته نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی را از زندان آزاد کند. صادق خان در دیدار با ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری گفته اتهامات علیه او خلاف واقع و نمونه ای از به سخره گرفتن عدالت است. شهردار لندن از مقام‌های ایرانی خواسته با آزاد کردن خانم زاغری در روزهای کریسمس او را به خانواده‌اش برگردانند. خانم زاغری که برای دیدار با اقوامش در نوروز سال 95 به ایران رفته بود به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد. طرح ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران رد شد. پروانه سلحشوری نماینده مجلس میگوید برخی از اعضای فراکسیون ولایی که پیش از این حامی ممنوعیت ازدواج کودکان بودند تبدیل به مخالف آن شدند. خانم سلحشوری گفته به نظر میرسد از یک نهاد خاص به آنها گفتند که با این طرح مخالفت کنند، اما او نامی از این نهاد نبرده. مهر ماه امسال یک فوریت طرح ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال با 151 رأی موافق در مجلس تصویب شده بود. استانکو پوکلپوویچ سرمربی سابق تیم ملی ایران و باشگاه پرسپولیس در سن 81 سالگی درگذشت. او در اوایل دهه 70 میلادی برای دوره کوتاه و در مقدماتی جام جهانی 94 هدایت تیم ملی ایران را بر عهده داشت، اما این مربی کروات بیشتر با موفقیت‌هایش در پرسپولیس در یادها مانده. او به همراه سرخپوشان تهران دو بار در سال‌های 1374 و 75 قهرمان لیگ ایران شد. استانکو سابقه هدایت سپاهان را هم در کارنامه خود داشت. سازمان حفاظت از محیط زیست ایران به تصمیم دیروز شورای شهر تهران اعتراض کرده که با نصب فیلترهای دوده بر روی اتوبوس‌های شهری مخالفت کرده بود. سازمان محیط زیست می‌گوید این تصمیم به آلودگی هوای پایتخت اضافه می‌کند و غیرقانونی است. اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز یک شنبه خود این فیلترها را ناکارآمد دانستند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. فیلتر دوده ایران روش نصب شده. چهار سال پیش بود که یکی از امیدهای کم کردن آلودگی هوای تهران این دستگاه‌ها بودند. اگزوز در واقع اتوبوس از این قسمت از پشت وارد فیلتر میشه، دوده کاملا تمیز میشه و اینجا وارد هوای محیط. فیلتر دوده که قرار بود برای اتوبوس‌های فرسوده پایتخت نصب شود، همان اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های قدیمی دیزلی که گفته می شود عامل 30% آلودگی هوای تهران است. قرار بود حالا که نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری تهران میسر نیست، اقلا پولی برای نصب این فیلترهای دوده اختصاص یابد. شاخص آلایندگی هوای تهران برای چندمین روز متوالی در حالت ناسالم قرار دارد. از شورای جدید شهر تهران هم حرفهای جالبی درباره همتی تازه برای اعلان جنگ با آلودگی هوا شنیده می شد. بیایید تصمیم بگیریم موزل آلودگی هوا را در طی 4 سال مسئولیتمان حل کنیم. ساده لوح نیستم. اسمش را ساده لوحی بگذارید یا نه، در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران بودجه نصب فیلترهای دوده با رأی منفی روبرو شد. فعلا اتوبوس‌های دیزلی و آلاینده مثل همیشه می‌توانند هوای پایتخت را به این روز بیاندازند. تمیز کردن
انبار اگزاز طرف یورشیش. یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته که این فیلترها کارایی ندارند و رانندگان اتوبوس دیزلی آنها را باز کردند. سازمان حفاظت از محیط زیست میگوید چنین حرفی درست نیست و از تصمیم شورای تهران ناراضی است. مسئولان محیط زیست میگویند که آیین‌نامه هوای پاک تهران 2 سال است نصب این فیلترها را الزامی کرده. طبعا هم شورای شهر تهران و هم سازمان حفاظت از محیط زیست بر کاهش آلودگی هوا اتفاق نظر دارند. هر صبح به خودمان یادآوری کنیم. اما سالهاست که چنین اتفاق نظرهایی فقط به سخنرانی‌های زیبا و امیدبخش ختم می‌شود. در حالی که هیولای سرفه و سرطان و مرگ زودرس کمر تهرانی‌ها را خم کرده. سیاوش اردلان، بی بی سی. به نیمه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم امروز. یک روز پس از تغییر در رهبری وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان، گروهی از مهاجمان مسلح به 2 ساختمان دولتی در کابل حمله کردند. منابع بیمارستانی در ایران خبر درگذشت محمود هاشمی شاهرودی را تکذیب کردند و گفتند که رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران در اغماست. در ادامه برنامه، نگاهی به سنت‌های کریسمس در گوشه و کنار اروپا. در پی سقوط شدید ارزش سهام در بازارهای بورس آمریکا، استیو منوچین وزیر دارایی این کشور در تلاشی برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران با مدیران 6 بانک بزرگ تماس گرفته. او امروز هم با یک کارگروه ویژه رئیس جمهور در امور بازارهای مالی صحبت خواهد کرد. با افزایش نرخ بهره وام و ادامه تنش میان آمریکا و چین بر سر تعرفه‌های واردات و صادرات، بازارهای بورس آمریکا هفته پیش یکی از بدترین سقوط‌های هفتگی را در یک دهه اخیر تجربه کرد. این در حالی است که بخشی از دولت آمریکا هم به دلیل اختلاف میان دولت و کنگره بر سر جزئیات بودجه تعطیل شده. کامبیز فتایی خبرنگار ما از واشنگتن با ماست. کامبیز، به نظر بی سابقه میرسه این که بخواد وزیر دارایی تماس بگیره با رؤسای بانک‌ها. خب تماس با رؤسای بانک‌ها شاید تماس محرمانه یا بی سر و صدا شاید چندان هم و حال کم سابقه یا بی سابقه نباشه، منتها علنی کردنش میشه گفت کم سابقه است، به خصوص در یک چنین شرایطی که در واقع ما در آستانه کریسمس هستیم، دولت در عمل تعطیل هست، تعطیلات فدرال هست، همه آماده هستند که در واقع برای این تعطیلات واشنگتن رو ترک کنند. به حال سنای آمریکا، مجلس نمایندگان، کاخ سفید، اینها الان آماده تعطیلات هستند و همینطور بازارها در یک چنین شرایطی می‌بینیم که اعلام کرده و علنی هم اعلام کرده و به نظر میاد تلاشی هست از طرف وزیر دارایی آمریکا که به سرمایه داران در واقع بازارها رو آرام کنه، در شرایطی که هفته گذشته بازار بورس آمریکا افتی داشت، شاخصهاش که از سال 2008 میلادی در 10 سال اخیر بی سابقه بوده و به هر حال این رو اعلام کردن و بنابر بیانیه وزیر دارایی آمریکا استیو منوچین، بانک ها به گفته او، رؤسای بانک های بزرگ به او گفتن که نقدینگی کامل هست و اوضاع بازار به گفته او خوب هست. منتها از همین الان میبینیم که امروز دوشنبه بازارها در اروپا که افت داشتن، در آمریکا هم به انتظار میره که بازار بورس باز هم شاخصهاش یک افت دیگر داشته باشن، که فقط مسئله شاید بانک ها نباشه، مسئله اختلافات با چین نباشه، مسئله شاید فقط این مسئله تعطیلی موقت بخشی از دولت در آمریکا نباشه، بلکه همینطور اعلام شده که آقای ترامپ در پی برکناری رئیس بانک مرکزی آمریکاست. این شایعه هم در رسانه ها پیچیده اینجا، به حال این نگرانی ها به نظر میاد که دست به دست هم داده و باعث شده که بازار بورس قدری افت زیادی داشته باشه در هفته اخیر و حتی امروز. این بنبستی که دموکرات ها و جمهوری خواه ها درش گیر کردن و منجر به تعطیلی دولت شده، الان در چه وضعیه؟ چقدر احتمالش هست که این بنبست حل بشه و بودجه رو دولت بگیره؟ خب در نهایت حل خواهد شد. این سومین بار هست که داره این مسئله در 2 سال اخیر میفته برای دولت آقای ترامپ. منتها مسئله این است که کی حل خواهد شد و امروز روز سوم هم هست.
و یکی از مسائلی که باعث شده که به هر حال این نگرانی‌ها در بازارهای جهانی، بازار بورس آمریکا به وجود بیاد، همین مسئله هست که مشخص نیست چه خواهد شد، حالا چند روز طول خواهد کشید. مشاوران آقای ترامپ دارن میگن که بعد آماده بود که این تعطیلی نسبی بخشی از دولت تا اوایل سال میلادی آینده هم ادامه پیدا بکنه. به هر حال مذاکرات در جریان هست پشت صحنه، منتها فعلا نشانی دال بر این که طرفین، چه دموکرات ها چه آقای ترامپ و جمهوری خواهان، نرمشی بخوان بکنن در مورد این بودجه دیوار مرزی بر سر در مرز مکزیک، هنوز نشانی که این نرمش دیده نمیشه و طرفین همچنان بر موازی خودشون دارن پافشاری میکنن و به همین خاطر هم است میبینیم که حداقل در روزهای آینده، شاید تا هفته آینده، این بنبست سیاسی ادامه پیدا کنه. ممنونم از ذات خبرنگار ما کامبیز فتایی از واشنگتن. پنتاگون میگوید دستور خروج نیروهای آمریکایی از سوریه امضا شده. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییت جدید گفته دیشب با همتای ترکش تلفنی صحبت کرده. آقای ترامپ گفته رجب طیب اردوغان به او اطمینان داده که باقی مانده داعش در سوریه را از بین خواهد برد. بعد از این گفتگوی تلفنی آقای ترامپ در توییتی دیگر گفته بود خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تدریجی خواهد بود. خبرنگار ما نفیسه کوهنورد از بغداد با ماست. نفیسه، آیا مشخص استراتژی آقای ترامپ، چون مثل اینکه قبلا گفته بود که یک دفعه این نیروها قرار خارج بشن، اما الان داره میگه که به تدریج خارج خواهند شد از سوریه؟ باران، به نظر میرسه که هیچ چیزی واقعا مشخص نیست. با تماس هایی هم که من با مرکز فرماندهی عملیات مشترک بین المللی علیه داعش به رهبری آمریکا در چند روز گذشته و حتی امروز داشتم، به نظر میرسه یک آشفتگی و سردرگمی وجود داره. یکی از سخنگوهای ائتلاف به من گفت گرچه نمیتونن خیلی در مورد وضعیت سوریه و خروج نیروهای آمریکایی در سوریه اظهار نظر بکنن، اما به هر حال بخشی از برنامه‌ریزی از طریق اونها داره انجام میگیره و هنوز در شرف شروع برنامه‌ریزی هستن و نمیدونن دقیقاً این خروج به چه روندی صورت خواهد گرفت و به چه سرعتی امکان انجامش وجود داره. بعضی ها تخمین میزنن که یه چیزی حدود 120 روز لازمه که همه نیروهای آمریکایی خارج بشن، ولی گفته میشه که شاید این کار سریعتر یا حتی آرومتر انجام بشه. کوریدورهایی که قراره این نیروها بیان بیرون مشخص نیست. خب آقای ترامپ اول گفته بود که خیلی سریع قراره این کار انجام بشه، اما ظاهرا بعد از گفتگویی که دوباره با آقای اردوغان داشته، به نظر میاد به نتیجه رسیدن که الان امکانش خروج سریع وجود نداره. در نتیجه اون توییت رو کردن که قراره با آرامی انجام بگیره که اونجا خلأ نیرو هم صورت نگیره. به هر حال اونجا یک منطقه نسبتاً بزرگی رو ما داریم در موردش صحبت میکنیم، در دو طرف رودخانه فرات که بخشیش در دست نیروهای آقای اسد و حامیانش هست و بخشیش در دست نیروهای کرده. اما به هر حال به نظر میرسه خیلی مطمئن نیستن که دقیقاً چیکار میخوان بکنن. ترکیه چی؟ اینکه آقای ترامپ میگه ترکیه گفته که داعش رو از بین میبره، آیا مشخص هست که برنامه ترکیه در این رابطه چیه؟ نه، در مورد همون هم هنوز ابهامات بسیاری وجود داره. به نظر میاد که ترکیه هشدار داده به آمریکا که به این سرعت نمیتونه جای خالی اون نیروهای آمریکایی در اونجا رو پر بکنه. ما صحبت میکنیم از نزدیک 2000 نیروی آمریکایی که در اون منطقه هستن و معلوم نیستش که تا چه عمقی نیروهای ترکیه میتونن به تنهایی وارد بشن و آیا میتونن واقعا ریسک این رو بپذیرن که از یک طرف دیگه با نیروهای آقای اسد لبالب مواجه بشن یا نه. از طرف دیگه این که به هر حال ورود اونها به اون منطقه مستلزم این هستش که مشخص بشه آیا واقعا با نیروهای کرد قرار درگیر بشن، اونطور که آقای اردوغان امروز هم دوباره اشاره کرده، اینه که یکی از اهدافشون همون مسئله یا حتی مهمترین هدفشون شاید جز داعش همین نیروهای کردی هست که اونجاست و گفته که اون منطقه رو به دست اونها نخواهیم سپرد و اجازه نمیدیم که اونها اونجا قدرتشون رو حفظ بکنن. حالا باید منتظر ببینیم که چطور امکان داره که این نیروها وارد بشن و عملیات رو از دست آمریکایی‌ها بگیرن. ممنونم ازت نفیسه کوهنورد از بغداد.
امشب عصر کریسمس در بسیاری از نقاط جهان جشن گرفته میشه. کودکان زیادی در جهان منتظر بابا نوئل هستن تا همراه با رودولف براشون کادو بیاره. و خب اگر با داستان آشنایی دارید، حتما میدونید که سفر بابا نوئل از سرزمین‌های قطبی شروع میشه. ساکنان یک شهر کوچیک در فنلاند در سرمای منهای 22 درجه برای بدرقه بابا نوئل در میدان شهر جمع شدند. این شهر نزدیک قطب شماله و میگن که زادگاه بابا نوئله. مردم هر سال اینجا جمع میشن و با خواندن سرودهای کریسمس آغاز سفر بابا نوئل رو جشن میگیرن که برای بچه ها هم هدیه میبره. اما مثل اینکه بابا نوئل وقت نداره خودش به همه خونه ها بره و برای رسوندن هدیه ها به بچه ها بعضیا کمکش میکنن. مثلا در تایلند این فیل ها هستن که با لباس بابا نوئل هدیه ها رو بین بچه ها پخش میکنن. اونا با کارتون های پر از اسباب بازی به مدرسه ها و کودکستان ها سر میزنن، با بچه ها میرقصن و باهاشون عکس میگیرن. در کرانه غربی رود اردن در حالی که مردم برای زیارت در کلیسای مهد جمع میشن، تدابیر امنیتی تشدید شده. گردشگران و ساکنان شهر به تدریج برای مراسم دعای شب کریسمس در صفی طولانی منتظر میستن و در طول شب راز و نیاز میکنن. مهمونی و خرید و آشپزی کارهای ثابت مراسم سال نو هستند. چه در نوروز و چه در کریسمس، مردم تا لحظه آخر سرگرم فراهم کردن سروسات مهمونی و جشنن. اما جدا از این جشنها، مردم هر فرهنگ و کشوری آیین‌های سال نو رو بنا به سلیقه و سنت خودشون تغییر میدن. تیم آلمان خبرنگار بی بی سی جهانی به نقاط مختلف اروپا سفر کرده تا بعضی از این آیین‌های محلی رو ببینه. کریسمس را به هزار و یک شکل مختلف جشن می‌گیرند. این یکی در نگاه اول چندان شاد به نظر نمی‌رسد. این آیین که شاید هزار سال است در باواریای آلمان اجرا می‌شود، پختن نام دارد. در پختن مردم لباس قول‌ها را می‌پوشند تا زمستان را بترسانند. این شلنگ تخته‌ها هم مثلا قرار است ترسناک باشد. ما می‌رقصیم تا شبه خطرناک زمستون را فراری بدیم. این یکی بیشتر به جشن شبیه است. صفی طولانی از بابا نوئل ها. در واقع 2000 بابا نوئل در مسکو مسابقه می دهند تا برای بیمارستان های محلی پول جمع کنند. آب و هوا آنقدر هم بد نیست. عالیه، هوا خیلی خوبه. انتظار خیلی بدتر از اینو داشتم. قرار بود دما به منهای 30 درجه برسه. وقتی میدونم گرم میشم و شاد، معرکه است. وقتی به کریسمس فکر میکنیم، تصاویر پرنور به ذهن ما میآید. این پارک در کرواسی هم روی چنین ذهنیتی ساخته شده. در این پارک 4 میلیون لام گذاشتن تا رویای کودکی یکی از اهالی فقیر را محقق کنند که نمیتوانست تزیینات کریسمس بخرد. اگر در ایستگاه مرکزی پراگ منتظر مسافر هستید، شنیدن اجرای زنده قطعات مذهبی مخصوص کریسمس میتواند لحظات انتظار را برایتان شیرین کند. آیین سالانه‌ای در سالن انتظار، ارکستر در کنار گروه کور، حرفه‌ای‌ها در کنار آماتورها، خلاصه همه کریسمس را جشن گرفتند. خبری هم از قول و دیو و دد نیست. تیم اولمن، BBC نیوز. به پایان این بخش خبر می‌رسیم. ممنون که با BBC فارسی هستید.